سلام دوستان راشل هستم آسترولوژر شما پایگزار آسترولوژی تروپیکال ایران میخوام براتون در مورد هوروسکوپ دهم تا 16 اپریل 2022 صحبت کنم اگر مایل به پیگیری مطالب پیج هوروسکوپ فارسی هستید صفحه اوریجینال هوروسکوپ فارسی رو در فیسبوک تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید خب امروز دهم اپریل 2022 خورشید در 20 درجه نشان قوچ ماه وارد نشان لیو شده در دو درجه نشان لیو در حال حاضر و مرکوری درجات آخر نشان قوچ رو داره طی میکنه در 28 درجه و 34 دقیقه نشان قوچه در حالی که در زاویه 90 درجه با پلوتو 28 درجه و 30 دقیقه نشان کپریکورن مارس در حال رفتن به سوی درجات آخر نشان آکواریوسه 26 درجه و 25 دقیقه ونوس در نشان ماهی داره عشق میکنه در 5 درجه و 8 دقیقه جوپیتر در 23 درجه و 28 دقیقه در حالی که نپتون در 23 درجه و 54 دقیقه و به عبارتی پیوند نپتون و جوپیتر شروع شده اگرچه که در دوازدهم اپریل کاملا منطبق میشن اما انرژیش به هر حال آغاز شده اورانوس در 13 درجه و 23 دقیقه نشان تارس و نود شمالی به 23 درجه و 23 درجه نشان تارس رسیده جالب 23 0 0 کایران در 12 درجه نشان قوچ خب ما روزهای بسیار مهمی پیش رو داریم اگرچه که من تا الان سعی کردم با پست نوشتنی شما رو آپدیت بکنم و بارها و بارها هم توضیح دادم از اتفاقاتی که داره میوفت در ماه اپریل در حقیقت شما کلیاتش رو همه رو میدونید و صحبتی که الان میخوام بکنم در حقیقت شاید یک چکیده از اونها باشه به اضافه اینکه حالا یک سری مطالب دیگه هم به اونها اضافه میکنم اما این چیزی رو عوض نمیکنه که شما میدونید که اپریل سال 2022 زمانیه که باید باید ما حرکت بکنیم در بیایم از تمام اون منجلاب ها و باطلاق هایی که ما از 2019 توش گیر کردیم از 2019 تا این لحظه که اپریل 2022 ما هیچ وقت چنین انرژی های قدرت مند بینظیری نداشتیم برای اینکه بتونیم از اون منجلاب ها در میه. ما از 2019 درونی ریختیم بیرون یعنی لایه 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 تمام این سایه های درون خودمون اطرافیان همه ریخته بیرون و در تمام این سه سالی که از 2019 داشتیم تا الان این اولین تاریخی، تاریخیه که ما میتونیم از اون منجلاب حالا بیایم بیرون و دنیای فیزیکی و بیرونیمون رو هم تغییر بدیم بنابراین اینا رو دارم میگم که متوجه بشید که الان واقعا زمان این نیستش که بخواید قصه بخورید زانوی قم بغل کنید زمان پیدا کردن راه حله با این همه انرژی آکواریوسی که داشتیم و هنوز مارس در آکواریوسه مارس میگه به شیوه متفاوت مشکل تو حل کن مشکل ترچی که هست تکرار نکن دائم همون کاری که قبلا میکردی دوباره تکرار کنی همون روشی که قبلا داشتی دوباره تکرار کنی مثلا فرض کنید یه مشکل قانونی داشتید شما یه وکیل گرفتید حل نشده دو وکیل گرفتید حل نشده سه وکیل گرفتید حل نشده شاید یونیورس داره میگه که اینقدر خودتو عقب نکش برو جلو تو دل ترست ببین بعدش چی میشه به عنوان مثال میگم یا مثلا شما به دنبال پیدا کردن شغل بودید میگفتید من حتما باید دنبال این آیتم باشم من حتما باید بر اساس رزومم که این هست دنبالش بگم من حتما باید بر اساس این تحصیلاتم برم کار پیدا کنم اما الان مارس در آکواریوس میگه که ببین روش جدید اینه که شاید باید یک آپشن دیگه ای پیدا بکنی شاید باید یه جای دیگه دنبال کار بگردی شاید باید با یک تیتر دیگه عنوان دیگه دنبال کار بگردی شاید باید یک شغل دیگر رو از یکی از توانایی های دیگر استفاده بکنیم یعنی اینکه الان قرار نیستش که ما اون کاریو که همیشه میکردیم بکنیم الان قراره که ما یک جور دیگه ببینیم یک نگاه دیگه یک روش دیگه و شکستن تکرارها این خیلی مهمه این تکرارهایی که باعث میشه که ما نمیتونیم جلومون رو ببینیم این تکرارهاست که پروگرام شده و این تکرارهاست که چشم سوم ما رو روش هجاب میندازه و لایه 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 اینها رو تر میکنه این هجاب ها رو که ما نتونیم ببینیم هرچه بیشتر لوب ها رو تکرار میکنیم هرچه بیشتر در حقیقت ناآگاهانه عمل میکنیم هرچه بیشتر ناخودآگاه عمل میکنیم چشم سوممون رو بیشتر میبندیم و هرچه بیشتر آگاهانه رفتار بکنیم در حقیقت داریم لایه های هجاب رو بر میداریم به خصوص که جوپیتر و نپتون دارن به هم میرسن و این جوپیتر و نپتون که بارها گفتم که این یک تعامل در عمر ما یعنی دیگه تکرار نمیشه و میره تا 160 سال آینده و بعدا تکرار میشه اگر که بخوایم بگیم که مثلا جوپیتر و نپتون در این نشان نشان ماهی منظورمه وگرنه جوپیتر و نپتون هر دوازده سال سیزده سال به هم پیوند میخورن منظور من این نیست منظور من جوپیتر و نپتون در یک نشان خاصه مثلا جوپیتر و نپتون در نشان ماهی و این یکی از پیوندهای بسیار بزرگی که داره اتفاق میفته و ما این هفته اون رو تجربه میکنیم از الان انرژی شروع شده دوازدهم اپریل ها کاملا با همدیگه در یعنی در از نظر درجه و دقیقه منطبق میشن ساعت 6 و 25 دقیقه به وقت تهران 6 و 25 دقیقه بعد از ظهر و بعد از اون هم چند روز دیگه ادامه داره میشه گفتش که انرژیشون از دهم ده تا از دهم ده تا بیستم خیلی احساس میشه اما از دوازدهم میشه گفت تا هم در اوجه و یک چرخه جدید رو داره برای ما شروع میکنه که این چرخه جدید هم بسیار مهمه که در موردش حرف میزنم بارها گفتم که سال 2022 سال جهش کوانتومیه و این اصلا اصطلاح نیست که من بگم مثلا <t> <t -anda> <nova> این جهش کوانتومی یک اصطلاح خوشگله که من به کار میبرم نه این جهش کوانتومی واقعا یعنی یک کنده شدن و جهش یعنی ما داریم از یک قسمتی از یک دنیای کنده میشیم اون رو درش رو میبندیم و پرت میشیم توی یک انرژی دیگه که با توجه به این همه انرژی که در نشان آکواریوس ساترن در آکواریوس مارس در آکواریوس ما قطعا میگیم که باید بالاتر از این باشه که الان هست یعنی میگیم که هر چیزی که هست باید بهتر از این باشه چون آکواریوس هی میخواد که انرژیش رو بالا و بالا و بالاتر ببره هی افزایش بده بنابراین همه ما در حال این افزایش هستیم در حال این تکون خوردنه برای افزایش برای افزایش انرژیمون به چه ترتیب؟ به این ترتیب که من دیگه نمیتونم این وضعیت رو تو این دنیا تحمل کنم رو بارها گفتیم اما این بار میگیم که تموم شد دیگه تموم دیگه تحمل ندارم تمام من رفتم من کنده شدم به این ترتیب این میتونه در هر قسمتی باشه میتونه از نظر میگم کاری و شغلی بگه من دیگه نمیتونم در این زمینه حتی کار کنم من میخوام برم مسیر شغلم عوض کنم یا در مورد مسائل رابطه ای میتونه بگه من دیگه نمیتونم بدون رابطه باشم میخوام در رابطه باشم یا یعنی اینکه یکی دیگه میگه من نمیتونم به این ترتیب در رابطه باشم میخوام در رابطه باشم که بفهمم هم دیگر بفهمیم یکی دیگه میگه که من دیگه نمیخوام در رابطه های دورا دور باشم من نمیخوام که دیجیتالی یکی رو دوست داشته باشم از روی کمرا حرف بزنیم با هم عشق ورزی کنیم من میخوام فیزیکی حس کنم فیزیکی لمس کنم یکی دیگه میگه من دیگه نمیتونم تو آپارتمان زندگی کنم میخوام برم دور از شهر تو زمین زندگی کنم هر کسی به خصوص اون رویاش بیرون ریخته میشه و با توجه به این که دقیقا نود شمالی در نشان تارسه این خیلی مهمه و مرکوری هم در زمان این پیوند در نشان تارسه یعنی زمان اینه که ما فیزیکی بسازیم رویامون رو فیزیکی کنیم زمینی کنیم دیجیتالی نباشه مجازی نباشه قابل لمس باشه خب حالا قبل از اینکه میخوام در مورد این صحبت بکنم اول یه توضیحی بدم که دهم ده اپریل مرکوری وارد نشان تارس میشه به وقت تهران در ساعت پایانی دهم ده اپریل وارد نشان تارس میشه و الان که ما هم صحبت میکنیم مرکوری هم در زاویه سخت با پلوتوه مرکوری در نشان قوچه و در زاویه سختی با پلوتو پلوتو که در 28 درجه نشان کپریکورنه و این حالا ببینید من لا های سطحیش رو بیشتر در هروسکوپ های روز می نویسم اما اون چیزی که امیختره حواستون باشه اون چیزی که من در پست روز می نویسم اتفاق اون روزه اون اتفاق یک بخشی از یک اتفاق بزرگیه که داره می افته در لایه های زیرین بنابراین اگر هروسکوپ روز رو می خونید، یادتون نره که اون مسائل عمیق در جریانه ولی هوروسکوپ روز لایه روز رو انرژی روز رو مشخص میکنه مثلا اینکه نوشتم که احتمال مشاجره هست احتمال برخورد و تنش هست خب این انرژی لایه سطحیشه اما دقیقا علتش چیه مرکوری دار با پلوتو 90 درجه میشه دقیقا برای اینه که ما عمیقتر و عمیقتر بریم هر بار که مرکوری با پلوتو 90 درجه میشه ما یه چیزی کشف میکنیم در مورد خودمون به خصوص حالا که مرکوری در قوچه چون مرکوری در زاویه 90 درجه با پلوتو بازرسه یعنی باز بازجویی میکنه یعنی تحقیقات میکنه و میره ذره بین دستش میگیره میره, میره لایه های زیرین یک چیزهایی پیدا میکنه که شاید خوشایند نباشه هر بار که مرکوری با پلوتو 90 درجه میشه ما درک میکنیم یک چیزی رو که شاید خوشایند نباشه و نظر احساسی و ذهنی ما رو به هم بریزه مثلا اینکه یکی میره انگار که موبایل یه نفر دیگر رو بدون اجازهش قفلش رو باز میکنه و شروع میکنه جستجو کردن دنبال یه چیزایی میگرده که بره برای یکی بفرسته یه چیزایی رو رو کنه یه همچین حالتیه انرژیش آیا این خوشاینده؟ نه این خوشایند نیست اما در عین حال میخواد که یه چیزایی رو بفهمه حالا این مثالی که زدم یک مثال همین جوریه شما خودتون تعمیم بدید به اینکه ما هر بار که این اتفاق میفته چقدر آگاهیمون در مورد یک موضوعی عمیقتر میشه بیشتر ریشه تر میبینه و مثلا میگه من قطعا دیگه نمیتونم در این ارتباط باشم اینها هویت منو زیر سوال میبرن توهین میکنن مثال میگم مثال میگم یا اینکه من قطعا دیگه نمیتونم این نقش رو بازی کنم من قطعا دیگه نمیتونم اینجوری ارتباط داشته باشم یعنی باعث میشه که ما به یک نتیجه جدیدی میرسیم حالا غیر از این که میتونه تنش ایجاد بکنه صحبت زورگویی باشه قلوری باشه اما نکته مهمش اینه که یک چیزهایی رو میاد بیرون که ما رو خوشحال نمیکنه احتمالا ولی لازمه لازمه حرکت های بعدیه به خصوص الانی که ما در مرحله حرکت هستیم یه چیزی بهتون بگم مارس بعد از اینکه نشان آکواریوس رو ترک بکنه وارد نشان ماهی میشه در تاریخ 15 هم. 15 هم اپریل مارس وارد نشان ماهی میشه بنابراین ما این انرژی حرکت رو الان خیلی قوی تر داریم وقتی که مارس بیاد توی نشان ماهی انرژی حرکتی بر اساس ارتعاش و بر اساس یعنی انرژی کوانتومی نداره و قدرت ارادش هم اینقدر قوی نیست این رو در نظر داشته باشید که الان بهترین زمان برای اجرایی کردن یک سری برنامه هایی که ممکنه بخواید داشته باشید از طرف دیگه دوازده اپریل جوپیتر و نپتون کانجانکت میشن و 16 اپریل ما ماه کامل رو داریم در نشان ترازو که این ماه کامل در 90 درجه با پلوتو در تراین با ساترن و مارس خب من اینا رو هم تیتروار گفتم تا بعدا با... کامل براتون حالا یه سری مسائل مهم رو بگم خب پس ما وضعیت پلوتو رو داریم با مرکوری در حال حاضر مرکوری در نشان قوشه خورشید در نشان قوشه و ماه اومده در نشان لیو مهمه که ماه اومده توی نشان لیو کمک میکنه چون از خرچنگ خارج شد این انرژی پلوتویی موقعی که ماه توی خرچنگ بود قوی تر بود اما وقتی که میاد ماه توی نشان لیو ما میتونیم تمرکزمون رو بگذاریم روی اون چیزهایی که به ما شادی قلبی و درونی میده ما رو به وجد میاره حتی اگر که خبری شنیدیم یا سیکریتی یا خبر مسیجی یا برخوردی چیزی پیش اومد که ما رو به هم ریخت باز هم میتونیم تمرکز بکنیم روی اون چیزی که میگیم مهم نیست اینها مهم اینه که من میخوام قدمی بردارم که قلبم رو به وجد میارم و میخوام قلبم رو زندگی بکنم اما اون چیزی که من خیلی میخوام تمرکز داشته باشم امروز اینه که جوپیتر و نپتون اینجا چی کار میخوان بکنن بچه این خیلی مهمه چون جوپیتر و نپتون پیوندی که با هم میخورن مثل پیوند ساترن و جوپیتر میمونه بذر کاشته میشه اینجوری نیستش که همون موقع یه اتفاقی بیفته میدونید ممکن هم هست اتفاقی بیفته اگر مثلا جوپیتر نپتون مثلا فرض کنید که ونوس شما مثلا روی 22 23 درجه نشان ماهی باشه اگر که ماه شما در 22 23 درجه نشان ماهی باشه اگر که نمیدونم یعنی اینا به خصوص حالا چیزای دیگه هم و اینا به خصوص یا مثلا اگر رایزینگتون در این درجات باشه یا مثلا اگر که نود شمالیتون در این درجات باشه اینها اینها خیلی قدرت پیدا میکنه یعنی ممکنه که شما نتیجهش رو ببینید یعنی نه, نه تنها بذر داره کاش نمیشه بلکه یک اتفاق فیزیکی هم ازش ببینید اما بر برای بعضی ها ممکنه که اصلا اتفاق فیزیکی در کار نباشه و شما فقط یک بذری رو بکارید یعنی چی فقط بذری رو بکارید ببینید هر پیوندی که اتفاق میفته بین جوپیتر و نپتون حدود 13 سال طول میکشه سال گذشته در 2009 در دسامبر 2009 اتفاق افتاده بار گذشته بار گذشته در دسامبر 2009 اتفاق افتاده 21 دسامبر میتونید برگردید به اون زمان در 24 درجه و 17 دقیقه نشان آکواریوس در حالی که در پیوند با ماه بوده اون زمان و نشان آکواریوس اگر که سیاره داشتید مثل من اون زمان همین پیوند رو بسیار قدرتمند تجربه کردید وقتی که اینها با هم دیگه پیوند خوردن یک سفری شروع شد برای ما یک سفر 13 ساله یک سفر سیزده ساله ای که پوست همه ما رو کند و ما در این سفر سیزده ساله چی رو شناختیم ما ارتعاش رو شناختیم ما 13 سال پیش نمی... ما سال پیش نمیدونستیم ارتعاش چیه ما 13 سال پیش کلا حالا این ارتعاش رو اول حسن حتی شاید با چیزهای دیجیتال شناختیم مثلا با مسائل آنلاین با فیسبوک با نمیدونم آیفون مثلا میگم به هر حال ما رفتیم روی شناخت ارتعاش فرکانس ها و ارتباطات مجازی زیاد شد نه فقط همون موقع اون موقع استارتش خورد در این سیزده سال در این سیزده سال ما اینها رو شناختیم ما دنیای مجازی رو شناختیم ما فرکانس ها رو شناختیم ما ارتباطات آنلاین رو شناختیم ما دیگه به جای اینکه آدم ها زیاد مثلا فیزیکی به هم در تماس باشن همش رفته رو دنیای مجازی اینها همه انرژیه که در زمان دسامبر 2009 در زمان پیوند جوپیتر و نپتون در 24 درجه نشان آکواریوس برای ما شروع شد برای ما بذرش کاشته شد اگر نگاه بکنید اینجا میبینید که همزمان با اون داستان 2009 مارس در روی ایستگاه حرکت برگشتی بوده در نشان لیو و بعد از اون حرکت برگشتیش رو شروع میکنه و این موضوع خیلی مهمیه نشون میده که ما دقیقا در سیزده سال باید یاد میگرفتیم که ما قلبمون چی رو میخواد یعنی یک, سفر سیزده ساله شروع شد چون مارس داشت برمیگشت عقب تو نشان لیو یک سفر 13 ساله برای ما شروع شد تا ما بتونیم عمیقا بفهمیم که اون شادی درونی ما به چیه آیا به اینه که من پول زیاد داشته باشم آیا به اینه که من پاسپورت قوی داشته باشم آیا به اینه که من نمیدونم بچم دانشگاه بره آیا به اینه که من معروف باشم مشهور باشم آیا به اینه که من در ارتباط با آدم های با محبت باشم آیا به اینه که نمیدونم دوستای خوب داشته باشم آیا به اینه که من شغل خوب داشته باشم میدونید ما در طول 13 سال هر کدوم فهم میکنه مسیر سفر و من نمیتونم بگم چی شناختیم قطعا هر کدوممون به نقطه رسیدیم بعد از 13 سال که این رو من دیروز پای تلفن به این نفر گفتم گفتم من در این سیزده سال فهمیدم که این مهم نیست اون مهم نیست اون مهم نیست اون مهم نیست تنها چیزی که مهم اینه درس خودم رو گفتم حالا من در طول این سیزده سال خیلی تجربه ها کردم و در نهایت فهمیدم که اگر که ارتعاشم با کسی همراه باشه که در زندگی فیزیکی حضور داره اون یک دنیا ارزش داره اون آدم های خوشقلب و پرمهر و محبتی که به تو در ازای محبتی که دریافت میکنن به تو بدون عشق بدون فکر روی یعنی بدون چی میگن شرط بدون دلیل همین جوریشون ذاتشون اینه بهت محبت میدن این خیلی مهمه دنبال این نیستن که بگن الان از راشلینو رو بگیریم بعد چی به ما میده ذاتشون اینه ذاتشون اینه که محبت کنن ذاتشون مثل آدم های داهاتی میمونه اینو بارها گفتم آدم های پاک روستا حالا الان رو نمیدونم ولی اون منظورم اون حالت صفا و سمیمیته و من بعد از 13 سال به این رسیدم که من مثلا میخوام که مثلا توی مردمی شبیه مردم ایل زندگی کنم که با هم دیگه اینقدر همراه و همکار و همیار و اینجوریه هم. مثال اینا مثال ها بر هر کسی برای خودشه این ربطی نداره میگم خودتون برای در خودتون کند و کاف کنید شما به چی رسیدین این روپیتر و نپتون در اون زمان ما رو دیسکانکت کرد از جایی که بودیم از آدم هایی که بودیم از گروهی که بودیم و ما رو فرستاد تا بریم قلبمون رو پیدا کنیم ما رو فرستاد تا بریم قلبمون رو پیدا کنیم اون موقع ما نمیدونستیم ارزشش ارزش بهای چه چیزی در قلب ما اولویته ما نمیدونستیم و سیزده سال طول کشید برای خود من به شخصه که رفتم و گشتم و بین آدم ها و گروه های مختلف و یعنی یاد گرفتم در ارتباطات مختلف با دیگران یاد گرفتم که قلبم چی میخواد و جالبه که و جالبه که الان که این پیوند اتفاق میفته همزمان با این انرژی ماه در 29 درجه نشان لیو روی رگولوس قرار میگیره یعنی سلطان قلبم میشم یعنی اون موقع مارس برگشته حسابشو بکنی خیلی ها خیلیه یعنی یونیورس قشنگ تیک تیک همه چیش داره زمانش مشخصه اون موقع مارس حرکت برگشتیش رو یعنی استیشنری بوده ایستگاه بوده حرکت برگشتیش رو شروع کرده اومده عقب حالا بعد از 13 سال وقتی اون سایکل داره تموم میشه ماه در نشان لیو در 29 درجه روی رگولوس قرار میگیره اینی که من بفهمم که چه چیزی سلطان قلب منه و چه چیزی من رو به حاکمیت قلبم میرسونه <applause> این مسیری که ما 13 سال طی کردیم بعض وقتا فکر میکنم که این درسایی که میگیریم مثلا 13 سال و 30 سال و ما چهار تا درس میگیریم عمرمون تموم میشه ما سه تا درس میگیریم عمرمون تموم میشه <applause> اون موقع وقتی که این اتفاق افتاده مرکوری در پیوند با نود شمالی بوده در نشان کپریکورن و سیزده سال ما مدیریت دنیای سبودیمون رو یاد گرفتیم در سختی یاد گرفتیم مدیریت کنیم زندگیمون رو و ونوس روی ونوس با خورشید در نشان کماندار ونوس نزدیک مرکز گلکسی بوده خورشید روی مرکز گلکسی سفر بسیار مهمی شروع شده بوده برای این شناخت ارتعاش در سال 2009 و خیلی جالبه که ما خودمون رو آنچنان با امید دیسکانکت کردیم از اون شرایطی که بودیم که فکر کردیم داریم میریم به سمت قلبمون همون موقع اما نمیدونستیم به سمت قلبمون رفتن 13 سال طول میکشه تا یاد بگیریم جزئیاتش و واقعا اگر که الان بگم که مثلا شما برگردید به اون نقطه 21 دسامبر 2009 شد بگید من حرکت رو نمی کنم من نمی کنم من تکرار نمی کنم من دقیقا دقیقا در 21 دسامبر 2009 کسی رو دیدم که به من توصیه هایی کرد که حرفش گوش نگرم. و اگر میشد زمان برگرده عقب چه اتفاقی می افتاد چه اتفاقی می افتاد به هر حال خیلی جالبه که این رو بهتون بگم که اون موقع جوپیتر و نپتون در 24 درجه نشان آکواریوس بودن وقتی که این اتفاق افتاد وقتی که اینها با هم دیگه پیوند خوردن و حالا دقیقا در 12 اپریل 2022 و و وقتی که بعد از 13 سال اینها با هم پیوند میخورن سترن در اون درجه است خیلی جالبه اولا اینکه اینا همه تو 23 هن جوپیتر نپتون 23 سترن در 23 درجه ها خواریوسه. اینا قبلا در 24 آکواریوس دیدار کردن سترن الان تو 23 است و میاد روی 24 استیشنری میکنه یعنی حرکت برگشتیش رو شروع میکنه و سترن میگه که 13 سال گذشت تا تو معنای ارتعاش رو حس بکنی اگر که یاد گرفته باشی حالا بر اساس اون داستان 13 سال بعدیت رو بنا میکنی یعنی بر اساس درس هایی که گرفتی از 13 سال پیش سطر نشسته اونجا واقعیتش رو نشون میده میگه تو اون موقع تو اون موقع با عینک صورتی شاید یک چیزایی رو دنیا رو دیدی و 13 سال طول کشید 13 سال بنابراین اتفاقی که الان داره میفته فکر نکنید جوپیتر و نپتون همین الان با هم پیوند میخورن و همین الان همه چیز شسته میشه و یک چیز، یک دیدگاه جدید میاد یک انرژی هیلینگ میاد اینها همه شروع میشه بذرش کاشته میشه اما 13 سال طول میکشه تا بخواد کاملا عملی بشه و 13 سال دیگه مثلا نمیدونم شاید من و شما بازم با هم حرف بزنیم و بگیم 13 سال پیش اینجا بذرهاش کاشته شد و الان ما در این نقطه هستیم که بفهمیم که چه چیزهایی رو باید رها میکردیم چه چیزهای ارزشمنده چه چیزی از گذشته کار ما بوده که نمیخوایم دیگه تکرار بکنیم ارتباطمون رو با یونیورس میخوایم به چه شکلی بسازیم و انرژی التیام و شفا رو چطور میخوایم دریافت بکنیم و بود عاشقانه و زنانه وجودمون با شفقت و دلسوزی برای حتی خودمون و دیگران رو چقدر میخوایم بهش بها بدیم اینها چیزهاییه که در طی 13 سال آینده مشخص میشه خب تبلور در حال حاضرش اینه که گفتم جوپیتر و نپتون مرزها رو برمیدارن و دیدید که اصلا با مهاجرت اوکراینی ها شروع شده این انرژی ما چند تا سیل مهاجرتی داریم وقتی که جوپیتر و نپتون با همدیگه پیوند میخورن مرزها برداشته میشه و مهاجرت ها اتفاق می‌افته. برای چی برای یکی شدن برای اینکه ما تعلقمون رو به یک جایی از دست میدیم جاری میشیم و یکی میشیم با نژادهای دیگه با فرهنگهای دیگه جوپیتر دیگه نپتون مرزها رو برمیداره جوپیتر شناخت ایجاد میکنه در رابطه با فرهنگها و ملیتها و زبانهای دیگه و به ما یکی شدن و یکی بودن و برداشته شدن مرزهای نژادی و نمیدونم ملیتی و اینها رو اینها یاد میدن دینی و فلان و اینها رو میگه ما هم یکی بشیم چون نشان ماهی هم هست به خصوص دیگه خیلی این یکی شدن زیاده چون نشان ماهی نشان وحدته و یکی شدن های ما تست میشه نه اینکه مثلا بگیم ما هم الان یکی میشیم تست میشه سیزده سال اینم طول میکشه سیزده سال طول میکشه همه اینها و اینکه در این سیزده سال نگاه ما باور ما چقدر تغییر میکنه چقدر پرده ها از جلوی چشمامون کنار میره از شناخت حقایق سیزده سال طول میکشه ببینید ها مهمه اینجوری نیستش که همه الان اتفاق بیفته و سترن سترن در نقطه ای که اون زمان جوپیتر و نپتون بوده حالا جلوس فرموده و با نود شمالی و نود جنوبی در 90 درجه است نود شمالی در تارس سترن سازنده است نشان تارس نشان سازندگیه نشان بنا کردن نشان ساختن اهرامه و به این ترتیب ما میریم که سی سال آیندهمون رو بر اساس شناخت جدید و بر اساس هیلینگ و رهایی از کارما بتونیم بنا بکنیم اما اما این اصلا آسون نیست چرا چون نود جنوبی توی اقربه وقتی که ما میگیم نود شمالی در تارسته یعنی یک سر دیگه این داستان نود جنوبی در نشان اقربه و تبادل انرژی با نشان اقرب اصلا آسون نیست به خصوص که مار سیاره حاکم بر اقرب هم در زاویه سختی با نود جنوبی در نشان اقربه و ما بدون شک با بازتاب انرژی گذشته روبرو میشیم ما بدون شک با ترس گذشتمون روبرو میشیم چرا چون این بار باید متفاوت تصمیم بگیریم چجوری متفاوت تصمیم بگیریم اونجوری متفاوت تصمیم بگیریم که قدرت از دست رفتمون از 2019 رو بتونیم روش سوار بشیم نه دقیقا همون جوری که بود مطمئنا کیفیتش فرق کرده اما منظور اینه که برگردیم به نقطه قدرت و کنترلی که داشتیم روی اوضاع و شروع کنیم به سازندگی شروع کنیم به ساخت واقعیت جدید ماه کاملی که در نشان ترازو داریم میگه زمان ایجاد تغییر و قطعی کردن تغییر ماندگار کردن اون تغییر برای ایجاد بالانس و تعادل فرا رسیده زمان ایجاد ساختار جدید برای بالانس و تعادل رسیده و یک ساختاری رو کاملا باید ازش کنار بکشیم انگار که کلا باید یک طول و عرض جغرافیایی و یک زمان و مکان خاص رو در زندگیمون ازش فاصله بگیریم و وارد یک سفر جدید بشیم انگار که باید داستانهای قدیم رو درش رو ببندیم و یک داستان جدید بسازیم و یا اینکه حتی با اون حکمت و درایت جدیدمون با اون عقل الانمون که این همه سال گذشته این بار انتخاب ما برچه اساسیه این بار ما با چه درایتی با چه پختگی بر اساس چه اولویتی تصمیم میگیریم ببینید من نمیتونم دقیقا به شما بگم که برای شما مثلا دقیقا چی میشه و چی کار کنید چون اگه اینجوری باشه که دیگه معنی نداره شعور و آگاهی که ما قراره که به شعور و آگاهی برسیم خودمون و بر اساس شعور و آگاهی حرکت بکنیم استرولوژی به شما فقط کلید رو میده میگه که الان رسیدی در سر این دو راهی حواست باشه اون تجربه است این شرایطته زمان ساختن زمان زمین، زمینی کردن چیزهای ملموس درست کردن زمان داشتن رابطه های ملموس زمان رفتن توی زمین طبیعت زمان ساختن بنایی مثل اهرام که این های واقعی مونده و هنوز از جاش تکون نخورده زمان این نیستش که روی باد خونه بسازیم زمان این نیستش که ببینیم که حالا صبر کنم بعدتر ببینم چی میشه زمان این رسیده که یک جهشی انجام بدیم برای اینکه بتونیم درس های گذشتمون رو که ما رو گرفتار کرد گیر انداخته بتونیم خودمون رو بیرون بکشیم ببینید هر کدوم از این کلماتی که من میگم معنی داره اون جایی که ما رو گیر انداخته نه اینکه اون چیزی که اصلا گیر نیفتاده شما بخواید بزنید خرابش بکنید یکی ایمیل زده که شما انقدر گفتی یه کاری بکن من رفتم ازدواج کردم خب من چه میدونم شما رفتی چی کاری کردی این شور و آگاهی شماست عملی که انجام میدی و عکس عملی که به این انرژی ها نشون میدی شور و آگاهی شماست شما نمیتونی هیچ کس رو سرزنش بکنی فقط این صحبت ها باعث میشه که شما آگاه بشی و از روی بیداری بفهمی که 13 سال پیش شما خودت رو از یک سری موقعیت ها دیسکانکت کردی و شاید از یک سری آدم ها دیسکانکت شدی و وارد محیط جدید و آدم های جدید شدی تا یاد بگیری درس ارتعاش رو در 13 سال و بفهمی که کانکشن تو بر چه اساسی باید ساخته بشه تا با روحت تا با تعالی روحت تا با صعود روحت همخونی داشته باشه با چه آدم هایی میتونی در ارتباط بمونی چه چیزی ملاک ارتباطات توه چه چیزی ملاک قبیله توه ما در مسیر این سی سال قبیله رو شناختیم که یعنی قبیله یعنی چی یعنی من میخوام در ارتباط با کیا باشم و اصلا باشم نباشم و با چه اصلی کانکشن بگیرم به اضافه این که میگیم من دیگه نمیخوام کانکشن هام مجازی باشه میخوام حقیقی باشه میخوام لمسشون بکنم این چیزی که داره اتفاق میفته و ما بیشتر و بیشتر داریم از دنیای مجازی فاصله میگیریم حالا میبینید بیشتر داره فاصله میگیریم میدونید مثلا من نمیام خودم رو به زور بندازم تو دنیای مجازی وقتی که انرژی ها دارم منو میکشن بیرون مثلا بگم من باید الان ویدیو بدم داره منو ریجکت میکنه از دنیای مجازی و میگه برو در دنیای ملموس حالا 13 سال طول میکشه تا این رو ما یاد بگیریم که چطوری باید این اتفاق بیفته 13 سال بنابراین آماده باشید برای یک تحول بزرگ در مسیر زندگی داره شروع میشه ولی حتما قرار نیستش که همون پنج, پنج روز اتفاق بیفته در حالی که مطمئنا اون پنج روز پنج روز بارش شفاست و التیام و اگر که ما روی فرکانس یونیورس سوار باشیم ارتباط داشته باشیم و باز باشیم دریافت کننده باشیم اینها رو دریافت میکنیم و براتون نوشتم که سفر جدیدی که شروع میشه بر اساس الهاماته بر اساس قلبمونه یعنی عمل بر اساس قلبمونه بر اساس ذهن برترمونه بر اساس خود آگاهی برترمونه و آها اینم بگم که بهترین مدیتیشن در این دوره مدیتیشن سگانه است ارتباط با روح راهنما ارتباط با خود برتر و آگاهی از مقصد و هدف زندگی این مدیتیشن رو من میذارم توی تخفیف برای اینکه بتونید استفاده بکنید میتونید شروع بکنید از 11 همه اپریل شروع بکنید به خصوص تا 20 همه اپریل انرژی در جریان ارتباط بگیرید ارتباط بگیرید با آگاهی برترتون با خود برترتون و یه چیز دیگه هم که میخواستم انجام بدم براتون اینه که تخفیف بذارم برای هوروسکوپ های 2022 به خاطر اینکه پیوند داره در خونه مالی من اتفاق میفته و من باید برای تبلور مالی بذر بکارم و از طرف دیگه این تبلور مالی که برای من ایجاد میشه من میخوام در موردش انرژی جوپیتری یعنی سخاوت داشته باشم به همین دلیل وقت تخفیف رو گذاشتم بر اساس این انرژی ها در پیوندی که داره اتفاق میفته هم راستا با این پیوند میتونید از فروشگاه هوروسکوپ فارسی در وبسایت تهیه بکنید اگر که برای بعضی از شما ممکنه که لینکی مشکل داشته باشه به هر حال وقتی که تعداد فروش و خرید زیاده متقاضی زیاده در چیزهای دیجیتال ممکنه یک اروری هم باشه توی کامنت ها ویغ نکنید ایمیل بزنید تیکت بزنید به خدا بچه ها هم همه رو جواب میدن و چیزی باقی نمیمونه اگر دو روز به شما جواب داده نشد لطف کنید یکی دیگه بفرستید چون ممکنه که به دست ما نرسیده باشه یا اینکه گم شده باشه لابلای مثلا تعداد زیادی که هست ایمیل و اینها بنابراین اگر میخواید که از این شرایط جزئیاتش برای خودتون در همه تیف های مختلف آگاه بشید میتونید هوروسکوپ های 2022 رو بگیرید اگر میخواید که با انرژی جوپیتر و نپتون به آگاهی و خود برترتون نمیدونید چطور ارتباط بگیرید این مدیتیشن سگانه میتونه راهنمایی باشه برای شما تا طبق این نقشه مثلا شما جلو برید و بتونید این کانکشن رو ایجاد بکنید آیا حتما با این مدیتیشن این کانکشن ایجاد میشه نه یه موقعی هست که شما اینقدر تمرین میکنید که دیگه خود به خود کانکت میشید بعد ببینید که جی پی شما چقدر روی اون امواج قرار گرفته بنابراین ما هفته مهمی رو داریم شروع میکنیم و حرکت خیلی مهمی رو خود من دارم انجام میدم الان دارم براتون این ویدیو رو میدم اوضاع خودم خیلی قاراش میشه و توی همین اوضاع به هم ریخته و قاراش میش من یه میز جابجا کردم و لپتاپم گذاشتم تا براتون بتونم ویدیو بدم صحبت بکنم فقط برای اینکه شما بیشتر و بیشتر و بیشتر یادآوری بشه این حرفان براتون و اگر که هوروسکوپ ها رو دارید همگوش بکنید تا تیف های مختلف این امواج رو بتونید اه اه یعنی پتانسیل های مختلفش رو بتونید بشنوید چون خیلی طولانیه من نمیتونم الان دونه دونه بگم اما به هر حال فرصت رو از دست ندید و ببینید که به چه ترتیب داره این انرژی در زندگی شما خودش رو نشون میده تبلورها تبلورهای فیزیکی هن. فقط درونی نیستن من به هیچ به این قدرت در هیچ مدتی از 2019 تغییر تحولات فیزیکی در دنیای مادی رو به عین لمس نکرده بودم که ما همچنان خواهیم داشت تا آخر اپریل به اضافه اینکه نگاه کنید سیارات مستقیمن ببینید چه سرعتی دارن میرن اپریل رسید به روز دهم ده خیلی سریع داره عبور میکنه واقعا آدم وقت کم میاره احساس میکنه نمیرسه فرصت داره تموم میشه بدو بدو ها خیلی زیاده میگم مارس که میاد توی نشان ماهی یکم انرژی دویدن و سرعتش کاسته میشه نشان آکواریوس نشان کوانتومی مارس داره با قدرت کوانتوم اینجا میدوه و به همین دلیله که ما خیلی وقتا احساس میکنیم بهش نمیرسیم به وقایع نمیرسیم انگار اما خب به هر حال وقتشه این مرحله ای رو که انجام بدیم بعد باعث میشه که ماه نوع بعدی که خورشید گرفتگی در نشان تارسه ما برای یک مرحله تثبیت برای اون چیزی که الان داریم تلاش میکنیم اون موقع تثبیتش بتونیم بکنیم برای اون تثبیت شدن حرکت بکنیم و بتونیم حرکت های آزاد کننده یعنی آزاد از آزادی از زندان انرژی در اتفاق می‌افته. یعنی انگار که انرژی بسته بوده از 2019 دور ما بسته بوده و حالا ما داریم با شمشیر مارس و استراتژی سترن در آکواریوس داریم این رو این داریم ازش در میاییم داریم ازش بالا میاییم به نظر من بیشتر داریم بالا میاییم ازش از این زندان به هر قیمتی شده به خصوصی که خورشید و سترن هم با هم دیگه چند روز دیگه سکستایل میشن و این انرژی هم بسیار ساپورت کننده است انرژی خورشید و سترن دقیقا 13 اپریل اتفاق میفته یعنی دقیقا همزمان با پیوند جوپیتر و نپتون ما سکستایل بین خورشید رو داریم با سترن در 13 اپریل و یک رهایی بزرگ از یک زندان قطور با تلاشمون باید اتفاق بیفته تا انرژی هیلینگ و شفا رو بتونیم با عشق و با همه وجود و با همه سلول هامون بارشش رو دریافت بکنیم خب دوستان عزیزم بیشتر از این صحبت نمی کنم کلی کار دارم و فکرم نمی کنم دیگه بتونم ویدیو بدم تا نمیدونم کی <applause> غور نزنید سرم <applause> میدونم که شما ما میخواید ویدیو بگوش بکنید منم میخوام ویدیو بدم اما باید ببینیم که چه اتفاقی میافته و چه جوری شرایط مهیا میشه که من بتونم دوباره با اتون صحبت بکنم این هفته برای من هفته بسیار مهم و حیاتیه و دلم میخواد که شما هم منو با انرژی عشقتون حمایت بکنید تا منم بتونم از یک زندان خیلی قطور در بیام و امیدوارم که شما هم هر کدومتون بتونید زندانهای قطور رو بر فرازش قرار بگیرید و آزاد بشید اون راستا اون های ما در راستای آزاد شدن از زندانه نه کردن خود اون در زندان ها آزاد شدن از هر چیزی که ما رو داره خفه میکنه ما رو بسته ما رو نگه داشته مثل یک باتلاق پامون توش فرو رفته ما داریم تلاش میکنیم که از اون در بیایم سیلاب جوپیتر و نپتون از این باتلاق انگار این باتلاق رو به حرکت میندازه انگار امواج خروشان میده که پاهای ما از جایی که گیر کرده آزاد بشه و سترن و خورشید با همدیگه مهر تایید رو میزنن فرکانس جدید برای گرمای روحت در ارتعاش جدید دوستان عزیز دنیای ما، دنیای تک تک ما و دنیای همه ما در حال ورود به یک مرحله تقدیری جدیده و باید ببینیم که حالا چطور عمل میکنه در خیرد جمعی چطور خودش رو نشون میده در انرژی کل و در انرژی تک تک ما امیدوارم که همه ما بتونیم آگاهانه بهترین استفاده رو از این انرژی ها ببریم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار لوهنهو